همه ساله در 21 آگوست جامعه جهانی روز جهانی یادبود قربانیان تروریسم را با هدف همبستگی با کسانی که از خشونت و افرادگرایی رنج برده‌اند گرامی می‌دارد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ خواستار اختصاص یک روز جهانی هم به نام شیعیان قربانی تروریسم شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. همه ساله 21 آگوست به عنوان روز جهانی یادبود قربانیان تروریسم یادآور جنایاتی است که تروریسم در دوران مدرن به ویژه با هدف گسترش ایدئولوژی افراطی و وحشیانه که باعث فجایع بزرگ انسانی شده مرتکب شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، در همین راستا سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ در بیانیه همبستگی کامل خود را با قربانیان تروریسم در جهان اعلام کرده و به ویژه بر رنج شیعیان که مدت‌ها قربانی این رویه سازماندهی شده بودند تأکید کرده است. در این بیانیه هدف قرار گرفتن مستمر شیعیان به دست تروریسم در برخی از کشورها که در معرض عملیات تروریسمی وحشتناکی بوده و بر زندگی، امنیت و آزادی آنها در بخش‌های مختلف جهان اسلام تأثیر گذاشته مورد اشاره قرار گرفته است. این سازمان تأکید نموده که شیعیان قرن هاست که از تروریسم رنج میبرند، چه به دست گروه‌های افراطی دارای عقاید تند و سلفی و چه از طریق حکومت‌های سیاسی که با ترور به دنبال تثبیت قدرت خود به منظور دستیابی به اهداف فرقه‌ای هستند. شیعه رایتس واچ خاطر نشان کرد که این جنایات همچنان تا به امروز به طور مداوم تکرار می‌شود و مناطق وسیعی از عراق، سوریه، لبنان، یمن، پاکستان و افغانستان شاهد صحنه‌های خشونت هستند که مستقیماً شیعیان را هدف قرار داده و این اقدامات منجر به کشته و زخمی شدن هزاران غیر نظامی بیگناه، آواره شدن تمام خانواده‌ها و تخریب زیرساخت‌ها شده است. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان تأکید نموده که علارغم ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن، جامعه شیعه همچنان با چالش‌های بزرگی از جمله آزار و اذیت، تبعیض و خشونت سازمان یافته مواجه است. شیعه رایتس واچ تصریح نمود که تروریسم تنها به گروه‌های افراطی محدود نمی‌شود، بلکه شامل برخی از حکومت‌های سیاسی می‌شود که از سرکوب و ظلم برای پیشبرد منافع فرقه‌ای خود، چه از طریق تغییر ترکیب جمعیتی یا محروم کردن شیعیان از حقوق اولیه خود استفاده می‌کنند. این سازمان در ادامه بیانیه خود تأکید کرد لازم است سازمان ملل متحد با اختصاص یک روز بین المللی ویژه برای قربانیان تروریسم شیعه اقدامات مؤثرتری برای مقابله با این نوع تروریسم انجام دهد. شیعه رایتس واچ با اشاره به میزان رنجی که شیعیان در معرض آن هستند بر اهمیت مبارزه با نفرت و فرقه گرایی که به این پدیده دامن میزند تأکید کرد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان ابراز امیدواری کرد که تعیین این روز گامی مهم در جهت تدوین مجموعی از قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی خواهد شد تا سازمان‌های حقوق بشر در مقابله با تروریسم و پاسخگویی مسئولان آن اطمینان حاصل نمایند. این سازمان در پایان بیانیه خود بر اهمیت تقویت تلاش‌های بین‌المللی با هدف حمایت از شیعیان و تأمین امنیت و حقوق آنها تأکید و خاطر نشان کرد. همبستگی با قربانیان تروریسم از همه گروه‌ها و ادیان و مذاهب راه دستیابی به صلح و عدالت در جهان است. مصطفی اکوند مدیر سازمان شیعه رایتس واچ از واشنگتن پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای اکوند سلام و عرض ادب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. جناب اکوند لطفاً گوشه ای از ظلم‌ها و جنایات و اقدامات تروریستی که این روزها در نقاط مختلف جهان نسبت به شیعیان صورت می‌گیره بیان بفرمایید.
ببینید ظلمی که الان به وسیله تروریسم انجام میگیره، خب تروریسم انواع مختلفی داره. متاسفانه الان بیشترین نوع تروریست که بمبگذاری هست و کشتن شیعیان هست در کشورهای مختلفی مثل پاکستان، که فقط در منطقه پارچنار که در این اواخر هم بیش از 45 شیعه جان خودشون را دست دادن، پارچنار در سال 2007 تا به حال حدوداً 3000 شیعه مرد و زن و بچه کشته شدن فقط به خاطر شیعه بودنشون. افغانستان در این چند سال اخیر حدود 1000 خورده‌ای کشته شدن و بالای 4000 زخمی داشته. و کشورهایی مثل بحرین و سعودیه و کشورهای دیگه، نوع تروریسم اونها تروریسم های شخصیتی بوده، تروریسم های زندانی کردن بوده، و اینا رو میشه زیر پرونده state terrorism board که دولت ها این کار رو انجام میدن. خود تروریسم روش های مختلفی داره. فقط در جامعه متاسفانه فقط بمبگذاری رو به عنوان تروریسم میبینم، و موارد مختلف تروریسم که در سازمان ملل ازش تعریف شده رو هنوز برای مردم آگاهی کاملی وجود نداره. بله، انگیزه شما نسبت به پیشنهادی که در رابطه با اختصاص یک روز جهانی تحت عنوان شیعیان قربانی تروریسم چیه؟ بفرمایید. ببینید، همونطوری که ما شیعه ها همدردی میکنیم با ادیان دیگه وقتی که یک فاجعه رخ میده، متاسفانه ادیان دیگه و دولت های دیگه و گروه های دیگه متاسفانه هنوز با شیعیان همدردی نمی کنند و اخبار شیعه و گزارش های کشت و کشتاری که برای شیعه اتفاق می افته رو هنوز یا به گوششون نمی رسته یا تصمیم می گیرن که با همدردی نکنن. حالا به دلایل مختلف سیاسی می تونه باشه، به دلایل مختلف دیگه می تونه باشه. ما هدفمون این هست که بتونیم به وسیله مؤسسات مختلف و میدیا مختلف، تلویزیون های مختلف، بتونیم این رو جهانی بکنیم و ارقام و اعداد و روش های مختلفی که تروریسم هنجوری که عرض کردم خدمتتون اتفاق میفته علیه شیعه رو، اینا رو بتونیم جمع آوری بکنیم و از سازمان ملل و از کشورهای مختلف بخواهیم که این پرونده هایی که هست رو بررسی بکنن و راه حلی برای مقابله با تروریسم علیه شیعه که تقریبا به جرئت میتونم بگم بیشترین آمار کشته شدگان شیعه و بیشترین آمار تروریسم، حالا شخصیتی میتونه باشه، استیت تروریسم میتونه باشه، همه بیشترین آمار علیه شیعیان هست در افغانستان کشور. بله، ممنونم. با تشکر از مصطفی اکون، مدیر سازمان شیرایس واچ از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.